حتی از دست شاهنشاه اون روز یک جایزه گرفتن. امیر عباس هویدا نخست وزیر 13 ساله ایران در دوره پهلوی بود که پس از انقلاب با شلیک گلوله به گردن و جمجمه کشته شد. هویدا رکورددار زمان نخست وزیری در ایران را در دست داشت و هیچ کدام از نخست وزیران ایران به اندازه او در مصدر کار نبودند. با این حال در آستانه انقلاب شاه دستور داد که او را دستگیر کنند. اگر علاقه‌مند به شنیدن این سرگذشت هستین تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. قبل از اون از پایین همین ویدیو عضو کانال دفتر خاطرات ایران بشید. امیر عباس ممدوح سال 1285 در چهارراه سید علی تهران در خانواده متمول و سرشناس به دنیا آمد و بعدها فامیلی خود را به هویدا تغییر داد. او 2 ساله بود که پدرش به عنوان سرکنسول ایران در دمشق منصوب شد و خانوادگی به آنجا رفتند. پدر هویدا حبیب الله عین الملک بود که به عنوان سفیر ایران در لبنان و عربستان خدمت میکرد. مادر او نیز دختر علی بوسلطنه نوه محمد حسن خان سردار ایروانی بود. امیر عباس تحصیلات ابتدایی خود را در دمشق آغاز کرد و پس از اینکه پدرش تصمیم گرفت ادامه کار خود را در بیروت انجام بده در مدرسه فرانسوی اونجا به ادامه تحصیل پرداخت. در اواخر تحصیل به اروپا رفت و سالها در انگلستان، بلژیک و فرانسه زندگی و تحصیل کرد. او پس از اتمام تحصیلاتش در رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد بروکسل در سال 1321 به ایران بازگشت و به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و در سمت کارمند اداره دفتر وزارتی مشغول به کار شد. در همین سال برای گذراندن خدمت وظیفه به دانشکده افسری رفت و پس از اتمام دوره 1 ساله اون به وزارت امور خارجه برگشت و در سمت کارمند اداره اطلاعات مشغول به کار شد. هویدا از طریق آشنایی با عبدالله انتظام و دوستی با حسن علی منصور پله‌های ترقی رو به سرعت طی کرد و در دولت منصور به وزارت دارایی منصوب شد. پس از ترور منصور توسط گروه فدایان اسلام، هویدا توسط شاه برای نخست وزیری انتخاب شد و به جای منصور بر صندلی صدارت تکیه زد و تونست 13 سال این صندلی و سمت رو حفظ کنه. از این جهت هویدا رکورددار حفظ دولت در تاریخ ایرانه. هویدا 6 بهمن 43 کار خود رو به عنوان نخست وزیری آغاز کرد و سال 58 اون رو تحویل داد و به زندان رفت. از سال 56 تا 57 جمشید آموزگار این سمت رو قبول کرد. هویدا چندی پس از مرگ منصور با خواهرزن او لیلا نظام الدین امامی که نوه دختری حسن وثوق بود ازدواج کرد. ولی این ازدواج در اوج اقتدار وی به طلاق انجامید. ولی دوستی او و همسرش تا پایان عمر هویدا پابرجا بود. او در زمان نخست وزیری خود تونست ایران رو در موقعیت اقتصادی خوبی قرار بده. از جمله تولید خودرو پیکان در سال 42 که انتخاب خود هویدا هم خودرو پیکان بود و به عنوان وسیله نقلیه شخصی استفاده می کرد. خزانه کشور به واسطه فروش نفت آنقدر ارقام درشتی پیدا کرد که همین امر باعث شد شاه به فکر برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی بیفته که حدود 650 تا 800 میلیون دلار هزینه داشت. یکی از دلایلی که باعث سرعت بخشیدن به سقوط پهلوی شد رخنه فساد به اقتصاد بود. تک محصولی شدن اقتصاد کشور و وابستگی شدید به نفت، نابودی کشاورزی و رشد قابل توجه مهاجرت‌های روستا به شهر و توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی باعث تشدید فاصله طبقاتی شد و از نتایج زیانبار سیاست‌های اقتصاد بود.
اشتباهی که شاه و هویدا در اقتصاد کردن این بود که بیش از اندازه درآمد اقتصادی رو وابسته به نفت می دونستند. همین امر باعث نزول تدریجی اقتصاد ایران شد. نکته جالبی که میشه بهش اشاره کرد اینه که سالهای اول هویدا در جایگاه نخست وزیری رشد اقتصاد ایران اونقدر خوب بود که ایران به کشورهای دیگه وام میداد. ولی در ادامه با سقوط اقتصاد دچار مشکلات زیادی شده بود که یکی از اینها بحث بودجه بود. ظاهراً هویدا تنها کاری که تونست انجام بده این بود که قیمتها رو ثابت نگه داره و رضایت طبقه خاصی رو جلب کنه. متاسفانه سیاست‌های هویدا به مشکل برخورد چون نتونست رضایت قشر دیگری از جامعه از جمله روستانشین‌ها رو جلب کنه. 16 مرداد سال 1356 هویدا از نخست وزیری برکنار شد و در کابینه جمشید آموزگار به عنوان وزیر دربار منصوب گردید. اما روز بعد از 17 شهریور سال 57 از وزارت دربار نیز استعفا کرد. درباره دلیل استعفای او گفتند که او امیدی به بقای حکومت پهلوی نداشته. در 22 بهمن 57 ارتش اعلام بی‌طرفی می‌کنه و نگهبانان فرار می‌کنند. گفته شده برای کمک به هویدا کلید یک اتومبیل و یک هفت‌تیر رو به او میدن، ولی هویدا نمیپذیره و میگه خودش رو تسلیم مقام‌های دولت جدید خواهد کرد که این نشون دهنده عزت نفس این بزرگوار بوده. مسعود بهنود درباره تسلیم هویدا نوشته او در 22 بهمن 57 پس از فرار نگهبانها از پادگان جمشیدآباد از زندان بیرون آمد و به منزل آیت الله طالقانی تلفن میزنه و از اون طریق خودش رو تسلیم کرده. امیر عباس هویدا در دادگاهی به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم میشه. اما گفتند قبل از اتمام دادگاه در وقت تنفس با شلیک 3 گلوله به او کشته میشه. امیدوارم که تا اینجای ویدیو همراه ما باشید و از تماشای سرگذشت امیر عباس هویدا لذت برده باشید. اگر تا الان عضو کانال دفتر خاطرات ایران نشدید، حتما از پایین همین ویدیو عضو کانال بشید. یادتون نره که مثل همیشه از ما حمایت کنید.